این 24 تیم در ولایت پروان، کاپیسا، بامیان، پنجشیر، ننگرهار، هلمند، کندهار و کابل در 6 رشته ورزشی آموزش می‌بینند. سید محمودزیا دشتی، رئیس اتحادیه ملی ورزشکاران، در این مورد گفت که آنان 24 مربی را برای تمرینات تیم‌ها با قماندانی زون معرفی کردند. وی افزود که در نظر دارند تا در هر ولایت 3 تیم در رشته‌هایی که ورزشکاران علاقه‌مند داشته باشند ایجاد نمایند. دشتی علاوه نمود که آنان تیم‌های را در رشته‌های آشی هاراکاراته، فوتبال، والیبال، تکواندو، کورش و نیم فولکاندا کاراته ایجاد خواهند کرد. منظور از برنامه ما دو چیز است: یکی تربیت و تقویت نیروهای پلیس است که ما پلیس توانمند داشته باشیم. دوم از لحاظ ذهنی هم پرورش ذهنی نیروهای پلیس است که بدور از خشونت وظایف خود انجام بدهند. السلام علیکم. در عین حال پاسوال فضل‌الدین عیار، قماندان زون صاحبی 202 شمشاد، در مراسم افتتاح جمنازیم ورزشی گفت باید پلیس توانمند با انرژی داشته باشیم و به همین دلیل اقدام به ایجاد تیم‌های ورزشی نمودند. ما دانستیم که در تفاهم با سفارت ایالات متحده آمریکا و با جناب محترم ضیای دشتی صحبت‌هایی داشته باشیم، بالاخره در یک تفاهم نامه یا چندین ولایت ما رو در قیمت خود گرفتن که هم تجهیزات سپورتی بر ما تهیه کنن و هم تیرنان رو یک ماش خوب برشان پرداخته شد و هم استخدام بکنن تا که ما یک پلیس تنومند و یک پلیس با انرژی داشته باشیم که دوباره بر دشمن ها مقاومت داشته باشد. بر اساس معلومات مسئولین، ورزشکارانی که عضویت اتحادیه جوانان را داشته باشند می توانند در تیم های ایجاد شده به صورت مشترک با پلیس تمرین نمایند. به همین ترتیب ورزشکاران نیز خرسند هستند که برای بار نخست در چوکات پلیس تیم‌های ورزشی ایجاد گردیده است. فرهاد، ورزشکار بخش کاراته، در مورد گفت: هر انسانی که ورزش کنه در آینده ذهن سلامتی و بار میاره. با پلیس هم میتونه که با بدن سالم خود و بدن بجز خود با مبارزه در مقابل دشمنان دین و وطن استادگی کنه. در مراسم افتتاح این جمنازیوم، هیئت رهبری وزارت امور داخله، تعدادی از نمایندگان ولسی جرگه، قماندانان نیروهای بین‌المللی و نماینده سفارت آمریکا در کابل شرکت داشتند. همچو برنامه برای بارنخوز در افغانستان را اندازی می‌گردد. افسران پلیس بدین باور هستند اگر از سوی مسئولین توجه بیشتر صورت بگیرد، خدمات خوبی را به مردم انجام خواهند داد. این بار نخستی است که از طرف مجموعه ورزشکاران افغان برای پلیس نیز در بخش ورزش سهولت ایجاد می‌گردد. آنان در نظر دارند که این پروسه را برای تمامی ولایت افغانستان گسترش دهند. وحیدالله فیصل‌بای، تلویزیون آشنا، کابل.